سلام دوستان عزیز فردین نوری هستم یک تن از مشاورین در امور مهاجرین و پناهندگان در آلمان امروز خواستم به تعدادی از سوالات شما عزیزان در رابطه به پاسپورت خاکستری در آلمان یعنی غیز آسوائز فیو آسلنده پاسخ راه کنم بله دوستان گرامی حال می به سوال اول شما دوستان در سوال اول یکی از جمله دوستان پرسیدن که وقتی که قبولی یک ساله من اخراج می گیری، برای بار دوم که می خواهی تمدید کنی باز هم یک ساله تمدید می شود یا مدت تمدید بیشتر می شود و اینکه آیا درخواست پاس خاکستری را دادم می توانم چی مدارک نیاز است در پاسخ به سوال شما دوست عزیز باید گفت که مدت تمدید کارت اقامتتان به صلاح دید کارمندان اداره ادبای خارجی یعنی آسلند بیخورده مربوطه تان تعلق می گیرد. مطابق به قانون اقامت آلمان آنها این صلاحیت را دارند که کارت اقامتتان را برای یک سال، دو سال و یا هم برای سه سال تمدید نمایند. در رابطه با درخواست پاسپورت خاکستریتان باید گفت که بله شما می توانید درخواست پاسپورت خاکستری را در این اداره بدهید. برای این منظور شما باید فرم درخواستی پاسپورت خاکستری را از طریق این اداره گرفته و آن را خانه پوری کرده و برایشان تسلیم نمایید. که این فرم را به آلمانی Antrag آف غیز آسوائیس فیو میگویند. آس می گویند. یک تاییدی از سفارت افغانستان برایشان نیز در این رابطه تسلیم نمایید که در آن معمولا نوشته می باشد که در شرایط فعلی افغانستان سفارت افغانستان پاسپورت افغانی برایتان نمی دهد و یا نظر به مشکلات تکنیکی برایتان پاسپورت افغانی داده نمی شود که این را به زبان آلمانی بیشین میگویند می گویند علاوه بر آن اکثر ادارات ادبای خارجی از شما دلیل داشتن پاسپورت خاکستری را می که شما چرا میخواهید این پاسپورت را به دست بیاورید بنابراین شما باید یک دلیل قانع کننده برای آنها بنویسید که به چی دلیل شما می این پاسپورت را به دست بیاورید. به طور مثال یک دلیل قانع کننده این می باشد که شما می این پاسپورت را به دست بیاورید تا پدر یا مادر و یا خواهر و یا هم برادر بیمارتان را بعد از چندین سال در یک کشور دیگر ببینید و یا در یک کشور دیگر می نامزد شوید و یا عرضی کنید و غیره. قابل یادآوری است که من در رابطه به پاسپورت خاکستری و طریقه بدست آوردن آن و مدارک مورد نیاز برای بدست آوردن آن ویدیوهای متعددی را در همین کانال یوتیوبم هم نشر نمودهام. که من لینک این ویدیوها را در پایین همین ویدیو برایتان میگذارم و در صورت علاقه مندی شما می توانید روی این لینک فشار داده و آن را تماشا کنید. در سوال دوم یکی از جمله دوستان دیگر ما پرسیدند که من با پاسپورت خاکستری افغانستان رفتم. در پاسپورت من تا داخلی و خارجی زده شده. کدام مشکلی برم پیدا نمیشم؟ در پاسخ به سوال شما دوست عزیز باید گفت که این به نویت قبولیتان تعلق میگیرد. اگر شما قبولی ممنوعیت اخراج و یا هم قبولی حفاظت فرعی و یا هم قبولی مطابق به ماده 22 قانون اقامت آلمان داشته باشید چون شما با این نوع قبولی ها اجازه رفتن به افغانستان را ندارید زمانی که شما برای تمدید پاسپورتان در اداره ادبا خارجی مربوطه ایتان اقدام کنید و آنها در مورد سفرتان به افغانستان اطلاع می‌یابند آنها به اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان در مورد سفرتان به افغانستان اطلاع میدهند. دهند. بعدا اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان معمولا یک بررسی را در مورد قبولی شما آغاز می کند و برای شما در این رابطه اطلاع می دهد و ممکن در نتیجه این بررسی شما قبولیتان را از دست بدهید. اگر شما چنین یک نامه ای را از اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان به دست آوردید کوشش کنید که به زودترین فرصت به یک دفتر مشورتی برای پناهندگان به تر مثال دفتر دیاکونی، کریتاس، فلوشنزغت، عوا و یا هم دیرکه و یا بیرکه مراجعه کنید. آنها به شما به طور رایگان رهنمایی خواهند کرد که چی باید در مقابل آن انجام دهید و آیا برای حل این مشکل شما در این مرحله برایتان به یک وکیل نیاز دارید و یا خیر بعدا وکیل برای شما کمک میکند تا قبولی شما از شما دوباره گرفته نشود در سوال سوم یکی از جمله دوستان دیگر ما پرسیدند که من و شوهرم پاسپورت افغانی داریم اما بچه ام در آلمان تولد شده پاسپورت خاکستری دارد ما مربوط ماده 22 میشیم و پسرم مربوط ماده 33 است آیا ما افغانستان رفتن میتوانیم اگر برویم و دوباره بیایم برای ما مشکل ایجاد نخواهد شد؟ در پاسخ به سوال شما دوست عزیز باید گفت که شما که به اساس این ماده قانون اقامت آلمان کارت اقامت به دست آورده اید به این معنا می باشد که شما نظر به مشکلاتی که در افغانستان داشتید در آلمان پذیرفته شده و این کارت اقامت را به دست آورده اید. اگر شما به افغانستان بروید و ادارات مربوطه آلمان از طریق پلیس سرحدی آلمان اداره افسلند بیهورده و یا کدام اداره مسئول دیگر در رابطه با سفر شما به افغانستان اطلاع یابد و آن را ثابت ساخته بتواند چنانچه در جواب سوال دوست قبلی ما بیان کردم ممکن کارت اقامتتان و قبولیتان از نزد شما گرفته شود در سوال چهارم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که آیا من با پاسپورت خاکستری می توانم افغانستان سفر کنم؟ تکت خودم من سه ماه پیش گرفتم از آلمان دوبای از دوبای افغانستان به یک ماه می اما پاسپورت من چهار ماه وقت دارم. کدام مشکل نیست؟ در پاسخ به سوال شما دوستانیز باید گفت که چنانچه در جواب سوال سوم و چهارم برای دوستان دیگر ما بیان نمودم این به نویت قبولی شما در آلمان تعلق میگیرد یعنی اینکه اگر شما قبولی ممنوعیت اخراج قبولی حفاظت فرعی و یا قبولی مطابق به ماده 22 قانون اقامت آلمان داشته باشید اجازه سفر به افغانستان را ندارید و در رابطه به عواقبش هم در پاسخ سوالهای قبلی برایتان توضیح دادم باز هم اگر شما کدام نوع قبولی دیگری دارید می توانید ماده قانونی را که شما مطابق به آن کارت اقامتتان را در آلمان به دست آورده اید در پایین همین ویدیو بنویسید و من کوشش خواهم کرد که به زودترین فرصت به سوالتان پاسخ دهم در سوال پنجم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که می خواهم بدانم که با پاسپورت خاکستری آلمان که قبولی ممنوعیت اخراج داشته باشیم می توانیم به کشورهای دیگر اروپایی و آسیایی سفر داشته باشیم در پاسخ به سوال شما دوست باید گفت که بله به استثنای کشور اصلیتان شما می توانید به هر کشور جهان که خواسته باشید سفر کنید. البته که به کشورهایی که برای سفر به آنها به ویزا نیاز می باشد بعد از به دست آوردن ویزای آنها می توانید به آن کشورها سفر کنید. و در سوال ششم یکی از دوستان دیگر ما پرسیدند که بعضی ها میگن با پاس توسی یا امان خاکستری فقط میتوانیم به کشورهای محدود سفر کنیم چون این پاس اعتبار و ارزش بالایی ندارد و اکثر کشورها ویزا نمیدن. آیا حقیقت دارد یا خیر؟ پیشا پیش تشکر از پاسختان. در پاسخ به سوال شما دوست عزیز باید گفت که چنانچه در جواب سوال قبلی برای دوست دیگر ما بیان نمودم در سفر شما با این نوع پاسپورت به کشورهای دیگر به استثنای کشور اصلیتان از طرف ادارات آلمان کدام محدودیتی وجود ندارد. ولی اینکه سفارت های کشورهای دیگر برای شما با این نوع پاسپورت ویزا صادر می کنند و یا خیر به پالیسی های امان کشورها تعلق میگیرد و در آن مورد من آنقدر معلومات ندارم که کدام کشور برای شما ویزا صادر میکند و تحت چی شرایط یک کشور برایتان ویزا صادر می کند. بله دوستان گرامی سپاس از این که تا اکنون مرا همراهی کردید برای دانستن همچون موضوعات جالب دیگر در رابطه به مهاجرت و پناهندگی در آلمان حقوق و وجایب مهاجرین و پناهندگان در آلمان و فراگیری زبان آلمانی و غیره می توانید این کانال هاگاهی خودتان را سبسکرایب و دنبال کنید و اگر سوالی و یا نظری در مورد موضوع امروزی داشته باشید می توانید آن را در پایین همین ویدیو با من شریک سازید وقت خوشی داشته باشید